نشست علمی روزانه آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی روز چهارشنبه 13 ذی‌القعده سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوال‌های حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظما شیرازی در رابطه با حکم نواسه و دشمنان اهل بیت علیهم السلام فرمودند: اگر انسان بداند که فردی ناسبی است و با اهل بیت علیهم السلام دشمنی دارد، حکم او حکم کافر است. معظم الله با تاکید بر این که در زیارت عاشورا هم ناسبی ها در زمره دشمنان خدا و پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام قرار گرفتند، فرمودند: لذا کسی که ناسبی است و با اهل بیت دشمنی آشکار می‌ورزد، در حکم غیر مسلمان است. ایشان با اشاره به اشخاصی که در مجالس خاص و غیر علنی با اهل بیت علیهم السلام ابراز دشمنی می کنند، فرمودند: اگر فردی حتی در مجالس خاص و غیر علنی به اهل بیت دشنام دهد و حتی اگر دشمنی در قلب او باشد و آن را بروز ندهد، در حکم کافر است و در این زمینه روایات متواتر وجود دارد. آیت الله العظما شیرازی با تاکید بر اینکه اکثر اهل تسنن ناسبی و دشمن اهل بیت علیهم السلام نیستند، فرمودند: عامه ائمه بعد از امیرالمؤمنین را به عنوان امام قبول ندارند، همان گونه که ما حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام را و یا حضرت مسلم ابن عقیل را امام معصوم نمی‌دانیم، اما برای ایشان احترام و شأن ویژه‌ای قائل هستیم. آنها هم به همین شکل ائمه اطهار را به امامت قبول ندارند. معظم الله در ادامه فرمودند: اما تعداد کمی از آنان ناسبی و دشمن اهل بیت هستند و اگر بدانیم که شخصی ناسبی است و دشنام به اهل بیت می‌دهد، حکم او حکم مرتد و کافر است. با هم فرمایشات آیت الله العظما شیرازی را ببینیم و بشنویم. بله، انك لا تجد من ينسى. تو ذهنم این روایت معتبر نیست سنده، یعنی این مرتبتون من النصب قبوله، من النصب قبول دارم، اما مرتبه ای که مرتد بشه نه، ظاهرا نیست. بله، تو خود همون روایت تو ذهنم داره: ینصبون العداء لکم لأنکم من وقتی این برگشت میشه خود به خود ائمه، یعنی چون شما شیعه ها پیرو ما هستید، از این جهت اینا دشمن. همین تو روایت هم، اون خود اون روایت هم داره: انک لا تجدو من یقول انی انصب العداء لآل محمد صلی الله علیه و آله. یعنی اینجوری تظاهر نمی کنه که من دشمن اهل بیت هستم، اما دشمن شماست چون شما تابع ما هستید. این برگشت میشه به همون. بله، لکم لأنکم، تعلیل هم داره پشت سرش، تو ذهنم تعلیل داره. همین ینصب العداء لکم لأنکم مثلا تتبعون، یه عبارت اینجوری. وقتی این برگشتش به نصب به اهل بیته، یعنی یا برگشتش به اینه، اگه اون نباشه نه، مرتبه نازله نصب.